خانم آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و اولین برنامه خودم رو در سال 2014 امروز پنجشنبه دوم ژانویه از لس آنجلس برای شما آغاز میکنم. آرزوی من و همه همکارانم در تلویزیون پارس این هستش که سال جدید همیهنان گرامی سالی پر از سلامتی و تندرستی برای همه شما و آزادی برای میهنمون باشه، سالی که این امید هست حکومت آخوندی و روزخانها بالاخره به این نتیجه برسن که چاره ای جز سقوط ندارن. 35 سال حکومت آخوندی در ایران نشون داد همیهنان گرامی که این قوم و قبیله‌ای که به زور حاکم بر سرنوشت میهن ما شدند هیچ برنامه و هیچ چاره‌ای برای اون مملکت نداشتند و ندارند و نخواهند داشت. حکومتی که ادعا میکنند امام زمان بران نظارت داره، دائما از الله صحبت میکنند، در حالی که همیهنان گرامی برای همون اللهی که مرتبا ازش حرف میزنند و آیه از او میارند ده ها شریف ساختند. به قدری راجع به امامان شیعه صحبت میکنند که بس که اصلا خدایی که اونا را آفریده وجود نداره. این بازی به اصطلاح مردم سالاری دینی هم اونقدر خنده آور شده که همه مردم متوجه شدن وقتی که کسی از قوانین الهی صحبت میکنه که بهش اعتقادی نداره و از قوانین دینی صحبت میکنه و میگه ولی فقیه نماینده آقا امام زمان و نمیدونم اهل بیت هست، بنابراین نه به مجلس اعتقاد دارم، طور که اون مرده که روزخان مصباح یزدی بارها و بارها گفته، نه به مجلسی که به وسیله مردم انتخاب شدن اعتقادی داره و نه قوانین زمینی رو اصلا قبول داره چون معتقد قوانین الهی وجود داره. بنابراین همیهنان گرامی همه این مسائل دست به دست هم دیگه دادن و مملکت ما رو به جایی رسوندن که خود اینها هم گره‌هاشو نمیتونن باز کنن. منطقه هر روز راجع به شاهکارای آقای علی خامنه‌ای رئیس روزخانها و برکات وجود او برای مردم ایران و حقنه کردن این مسئله که جمهوری اسلامی سبب ترقی و پیشرفت مردم ایران و کشور اسلامی شده صحبت میکنه. حالا به اونا خواهیم رسید. امروز در اولین روز یا دومین روز ژانویه در تهران برف سراسر پایتخت ام القرای اسلامی رو فرا گرفت و این یه فال نیکیست برای مردم ما که شاید در سالی که در پیشه بتونه یه مقداری از این ناراحتی های میهن ما رو کم بکنه. احمدی نژاد در برابر نبود بنزین طرحی ریخت که این طرح تمام شهرهای کلان شهرهای مملکت ما رو به جایی رسونده که دیگه هوایی برای تنفس وجود نداره، یعنی مرتبا مردم ما سم استنشاق میکنن، مرگ و میر بیشتر و بیشتر میشه و دیگه هم برای همه مشخص شده این طرحهای احمدی نژاد و در رأسش روزخانه بزرگ به کجا انجام میده. اینی که ما احتیاج به بنزین نداریم و غربی ها اگه میخواستن ما رو در تنگنا قرار بدن، ما توانستیم بنزین در پتروشیمی ها ایجاد کنیم، بنزینی که همطور که عرض کردم پر از مواد سمی است و این سم هر روز بچه های ما، زنان ما، پیر مرد های ما، پیر زنان ما و همه مردم ایران استنشاق میکنن. به این برفی که امروز در تهران باریده
و مردم اون رو به فال نیک گرفتن، به صحنه‌ای از تهران که شاید یک خاطره و یادآوری برای همه شما باشه. همیهنان گرامی، توجه بکنید که در تهران چگونه برف همه جا رو گرفته و صحنه‌ای از این برف رو شما میتوانید ببینید. نخستین روز 2014 میلادی تهران، سفیدپوش و لحظه های ماندگار. مال تابناکه، من گفته بودم اولین برنامه. بله همیهنان گرامی، اجازه بدید مشکل فنی پیش آمده، این مشکل حل بشه. نه زیر اینه، این نیست، زیر این نوشته مطالب مرتبط، زیر این نوشته مطالب مرتبط، رو اون مطالب مرتبط باید بریم. من اینا رو همه رو گفته بودم برای زهره. زیر همین فیلم نوشته مطالب مرتبط، این بغل، روی اون مطالب مرتبط باید پایین بازم این بازم همین اینجا نوشته مطالب مرتبط، دست چپ پایین، راست پایین، بله همونجا. حالا پایینترش فیلمشه، پایینتر فیلمشه. البته همیهنان گرامی، آقای سایت آقای محسن رضایی، سردار دکتر سلشکر محسن رضایی، صحنه‌های سعی کرده زیبا و قشنگ تهران رو نشون بده و این برف رو بسیاری از مناطق تهران هست که مردم در آلونک زندگی میکنن، در فقر و بیچارگی اکثریت جنوب شهر، اینها رو آقای محسن رضایی نشون نداده در این فیلمی که ملاحظه فرمودید. اما یه خاطره بود از کسانی که سالهاست ایران رو ندیدن، تهران رو ندیده بودن، شاید یه تجدید خاطره‌ای بود. اما یادتونه که در فیلم‌های فارسی حتما دیدید اخیراً سعی کردن همین کارا رو انجام بدن. یعنی شما وقتی یه فیلم فارسی رو می‌بینید یا این سریال‌هایی که در تلویزیون جمهوری صدا و سیمای منحوس جمهوری اسلامی پخش میشه، خانه‌های خیلی مجلل، زندگی‌های خیلی افسانه‌ای، سعی می‌کنن تبلیغ کنن که در جمهوری اسلامی مردم اینقدر در خانه های خوب زندگی میکنن، زندگی عالی دارن، راضی هن. بگذاریم این حوادث سال 88، همیهنان گرامی، مثل استخوانی تو این جلوی جمهوری اسلامی و رهبرانش گیر کرده، از رهبر گرفته تا اون پایین. همه کوشش این دستندرکاران این رژیم اینه که شب تا صبح بخوابن، فردا حرفای به اصطلاح دهنپر کنتری بزنن و لبخند رو به لبان رئیس روزخان ها بیارن. هر کدومشون میرن یک داستان مخصوص برای این تظاهرات مردمی در سال 88 درست میکنن که این توطئه بوده، این نمیدونم چه کار کردن خارجی ها، از موساد گرفته تا CIA تا دستگاه های امنیتی هر کشوری چگونه خرج کردن برای اینکه جمهوری اسلامی رو آبروش رو در نزد جهانیان ببرن. شب و روز در مورد این مسئله صحبت میکنم. موضوع هم خیلی ساده است. میلیون ها نفر مردم ایران آمدن در اون تظاهرات شرکت کردن و به قول خود آخوندا آبروی این رژیم رو بردن، رژیمی که اعتقاد داشت بر شانه های مردم حکومت میکنه، مثل الان هم که صحبت میکنه. حالا روح الله قرهی، اسامی رو ببینیم، مدیر حوزه علمیه امام مهدی شهرک حکیمیه تهران، گفته مقام معظم رهبری مهره امام 12 شیعیان است و در جریان حوادث سال 88 نیز از امام زمان دستور می گرفته. یادتون اون یکی آقای سعیدی، برادر همین سعیدی که الان به اصطلاح آخوند سپاه هست، گفت مقام معظم رهبری که متولد شدن، ناجانس یه صدای از اتاق آمد که یه بچه گفت یا علی، و ماما گفت علی به همراهت.
انقدر این جریان خنده آور شد و انقدر جوک شد که بعد از چندی آقای ناطق نوری گفت اون آقایی که این اشتباه بزرگ کرده بود تنبیه شد. یه مدتی اجازه ندادن دیگه حرف بزنه ولی دوباره آمده. منظورم اینه اینا اینقدر در این مورد، اینقدر در تعریف از مقام روزخان بزرگ اراجیف سرهم میکنن که واقعا اگر اینا رو آدم جمع بکنه در یک کتابی، من فکر میکنم کمدی ترین و مسخره ترین و خنده آورترین مطالب رو میتونه تو این مجموعه پیدا بکنه. همین الان تصویر آقای حجت الاسلام علی سعیدی رو نگاه کنی، دوباره تکرار کنیم این حرفای این اراجیف اینو. از بیمارستان ایشون اومده بود منزل، ما رفتیم با یه جمعی از دوستان عیادتش. مادر شهیدان هم آمدن در جلسه نشستن، وقتی دیدن که بنده آمدن منزلشون، جناب آقای زین الدین به خانمشون گفتن که اون قصه ای که از خواهر آیت الله خامنه ای شنیدی برای آقا سعیدی هم بگو. شروع کرد مادر شهیدان زین الدین خانم آقای زین الدین برای من اون قصه رو تعریف کردن. رفقای ما یکی دوتاشون با هم حرف می زدن، آقای زین الدین حرف خانمش قطع کرد، رو کرد به اون آقایون، گفت آقایون شما هم گوش کنی این چیزی رو که حاج خانم میگه بشنوی. مادر شهیدان شروع کرد از اول گفتن، گفت که خواهر مقام معظم رهبری یه خواهر ناتنی دارن، الان در قم هست ایشون. شوهرشون مرحوم آقای شمس الدینی بودن، روحانی بزرگواری بودن، در دفتر آقا استخاره میگرفتن، چند وقت پیش به رحمت خدا رفتن، ولی خواهر ناتنی آیت الله خامنه‌ای در قم هستن و حضور دارن. مادر شهیدان زین الدین گفتن ما رفتیم منزل خواهر آیت الله خامنه‌ای و با این خانم صحبت کرد. این خواهر ناتنی آیت الله خامنه‌ای به مادر شهید زین الدین این جمله رو گفتن، گفتن که پدر آیت الله خامنه‌ای وقتی که ازدواج اول کردن و همسرشون از دنیا رفتن، زن دوم گرفتن. پدر آیت الله خامنه‌ای اسمشون آیت الله اسد جواد خامنه‌ای بود، در مشهد مسجد ترک ها امام جماعت بودن. این خانم یعنی دختر آیت الله اسد جواد خامنه‌ای و خواهر ناتنی آیت الله خامنه‌ای میگن وقتی که مادر ما از دنیا رفتن، پدر آیت الله خامنه‌ای مادر آیت الله خامنه‌ای رو گرفتن. وقتی که مادر رهبر معظم انقلاب حامله شدن به رهبر عزیز، زمان ولادت رهبر انقلاب که رسید، در منزل به من یعنی خواهر آیت الله خامنه‌ای خواهر ناتنی گفتن برید سراغ قابله. گفت من رفتم سراغ قابله، قابله رو آوردم منزل، حالا میخواد رهبر انقلاب متولد بشه. گفت ماها از اتاق بیرون کردن، قابله توی اتاق داشت زمینه تولد این فرزند جدید رو فراهم میکرد. گفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه، این تعبیره. گفت ما در رو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا یعنی مقام معظم رهبری وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی. واقعا گردن این آدم اونا باید خورد کرد. همینان گرامی، در قرن 21 در یه مملکتی مثل ایران با اون تمدن و اون سابقه تاریخی، یه آخوندک میره رو منبر برای خوش آمد یه روزخانه دیگه، ببینید چه عراجی پیر سرهم میکنه. حیرت آور واقعا. این فیلمو باید هزاران بار پخش کرد، هزاران بار باید مردم ببینن که
که چه شالاتانهایی تو مملکت ما حاکم شدن. حالا اراجیف این یکی رو گوش کنید. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای قرهی این مطالب را در تازه ترین سخنرانی خود مطرح کرده و گفته در فتنه 88 که داره خفه میکنه اینا رو، اگر خود آقا تنها بودن اصلا نمیتوانستن کاری انجام دهن. ایشان مهره هستن و دستور میگیرن. این که شکی نیست، مهره هستن و دستور میگیرن، اما نه از آقا امام زمان. وی افزوده که خطاب قرار دادن امام 12 شیعیان از سوی مقام معظم رهبری در خطبه نماز جمعه سال 88 معلوم می کند که رهبری از ناحیه حضرت و خدا انتخاب شدند. یعنی همون سخنرانی که آقا دستور داد عده زیادی از مردم میهن ما رو کشتار بکنن تو خیابونا. و یادتون که آخونده دیگه آخر صحبتشم گفت من یک دست معلول دارم که یه عده از اون دلغکای که نشسته بودن از همون هیئت دولت رو نمیدونم همین سرداران قاچاقچی به قول احمدی نژاد شروع کردن گریه کردن که این آقا دستش معلوله و دستور کشتار مردم رو صادر کرد. این روحانی محافظه‌کار در بخش دیگری از سخنان خود ادعا کرده که مراجع تقلید نیز از ناحیه خداوند انتخاب شدن، چون میترسیده نباده اونا دلخورشن. علاوه بر روزخان بزرگ که ازش تعریف کرده، از آخوندکای گنده، از اون آخوند گنده هم تعریف کرده، گفته همه اینا رو خداوند تعیین کرده. یعنی اون مکارم شیرازی شکردزد و نمیدونم بقیه آخوندهایی که هر کدوم یا چایی یا سیگار یا نمیدونم شکر اینا میدوزن، همه اینا رو گفته خدا انتخاب میکنه. در دیماه سال 1389 مهدی احدی از استادان حوزه علمیه قم ادعا کرده بود امام 12 شیعیان در راهپیمایی 22 بهمن سال 1388 در خیابان‌ها دیده شده. آخه شما که میگی امام زمانی کسی ندیده، چطوری تو اون تظاهرات که 9 دی برای حضرت آقا درست کردن گفتن امام زمان هم تو خیابون قاطی تظاهر کننده ها بوده؟ بله، این یه نمونه. نمونه دیگر میانان گرامی، از این صحبت ها اونقدر زیاده که شما همینطوری میتونید از خنده واقعا دلدرد بگیرید. خبرگزاری تسنیم نوشته که عضو مجلس خبرگان رهبری در کرمان با اشاره به این که تحریم ها علیه کشور ما در وهله اول غرب را فلج کرده و اقتصاد کشورهای غربی ضعیف شده، گفته در قرآن کریم آمده هیچ قدرتی حق ندارد استقلال جامعه اسلامی را زیر سوال ببرد. ببینید همینان گرامی، دیگه مردم ایران که میدونن چه خبره، شامورتی بازی که نیست. این تحریم ها کمر جمهوری اسلامی رو خرد کرده، طوری که اینا برای دریوزگی خودشون، برای صحبت با غرب، شروع کردن آیه قرآن آوردن و روایت درست کردن و حق بازی کردن اینا که یک حکومتی بیارن، یک رئیس جمهوری بیارن مثل حسن روحانی با دوروریاش، اینا بیان رژیم رو نجات بدن، چون رژیم در سراشیبه. اینا هم بلند شدن رفتن در ژنو، هرچی اونا دیکته کردن قبول کردن. 27 مورد و غرب به اینا قبولونده، مجبورشون کرده. 11 مورد و غرب قبول کرده. اون 11 مورد و اگر شما نگاه بکنید همش به نفع غربه. اینی که ما لوازم یدکی هواپیما به شما میدیم، اینی که 800,000 بشکه بیشتر نفت صادر نباید بکنید، اینی که پول اینا رو فقط اجازه دارید برای دارو و مواد غذایی مصرف کنید. اینا اسم اینو گذاشتن پیروزی و میگن غرب در حالتی قرار گرفته که اقتصادش داره داغون میشه، التماس میکنه به جمهوری اسلامی که شما بیاین با ما قرارداد مودت ببندید، یه کاری بکنید که وضع ما بهتر بشه. و به خاطر این مقام معظم رهبری دلشون سوخته،
گفتن بیاین برین اونجا نرمش قهرمانانه به جا بیارین. بله. یه فیلمی هست چشمنداز موفقیت گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران. به این فیلم توجه کنید، چشمنداز موفقیت گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران. هیئت‌های کارشناسی ایران و شش قدرت جهانی این هفته بالاخره توانستند در یک جلسه 23 ساعته اختلافهایشان را حل کنند. اینجا در هتل اینترکانتیننتال ژنو در مورد روش‌های اجرایی توافق شش هفته پیش ژنو. پیشرفت‌های نسبتا خوبی حاصل شده و ما مقدار زیادی از به هر حال اختلاف نظرها نسبت به نحوه اجرای متن رو حل کردیم، به توافق رسیدیم. فکر می‌کنم یک جلسه هفته آینده بین بنده و خانم اشمیت معاون خانم اشتون صورت بگیره که ما این چند مورد باقی مانده رو هم ببینیم که به چه شکلی می‌تونیم حل و فصل کنیم. توافق ژنو که برنامه اقدام مشترک نام گرفته، برنامه‌ای است که مسیر مذاکراتی شش ماهه را برای پایان دادن به بحران هسته‌ای ایران تعیین می‌کند. با مشخص کردن گام اول، اقدام‌های داوطلبانه ایران و متقابلاً اقدام‌های داوطلبانه قدرت‌های بزرگ و دست آخر عناصری که باید در توافق نهایی در نظر گرفته شود. مهمترین این عناصر این که دست آخر ایران بتواند در سطحی مورد قبول دو طرف به غنی‌سازی اورانیوم ادامه بدهد و تحریم‌ها هم برداشته شود. توافقی که دو طرف از آن راضی به نظر می‌رسند و بعضی دیگر ناراضی. What was concluded in Geneva? آنچه که در ژنو صورت گرفت توافقی تاریخی نبود. اشتباهی تاریخی بود و دنیا را جای امن‌تر نکرده است. دو طرف حالا باید مذاکرات را تا چند هفته دیگر شروع کنند برای پایان دادن به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی در مورد امکان دسترسی ایران به سلاح‌های هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران. من خیلی بعید می‌دانم که مسئله هسته‌ای را بشود در سال 2014 حل کرد. اگرچه من معتقدم که این مسئله به انفجاری بزرگ و جنگ هم منجر نمی‌شود، ولی مسئله حل نخواهد شد چون اختلاف‌ها بین دو طرف بسیار عمیق‌تر از آن است که بشود آنها را از میان برداشت. Going to be very hard indeed to resolve everything. حل بحران هسته‌ای ایران در این مذاکرات امسال یکی از بالاترین اولویت‌های آمریکا در زمینه سیاست خارجی است و یکی از بالاترین اولویت‌ها برای ایران زیر تیغ تحریم‌ها. حل مسئله هسته‌ای مستلزم قبول کاهش قابل ملاحظه‌ای در برنامه هسته‌ای ایران است. این از نظر سیاسی برای رهبران ایران مشکل خواهد بود، حتی اگر دولت هم بخواهد که چنین کاهشی صورت بگیرد. حل مسئله مستلزم کاهش قابل توجهی از تحریم‌ها هم هست که برای واشنگتن از نظر سیاسی بسیار مشکل است. بنابراین رسیدن به توافق بسیار سخت است. مذاکرات ممکن است تمدید هم بشود اگر دو طرف نتوانند ظرف شش ماه به نوعی توافق برسند. اما تا وقتی که مذاکرات ادامه دارد می شود اطمینان داشت که خطر جنگ و امکان تحریم های بیشتر هم منتفی است. خب عمیانان گرامی، واقعا یه عده می پرسن اگر این قراردادی که جمهوری اسلامی در ژنو با 5 به اضافه 1 بست به نفع جمهوری اسلامی نیست، پس چرا اسرائیل اینقدر در این مورد تبلیغات منفی میکنه و معتقده که سر غرب کلا رفته؟ جواب خیلی راحته، خیلی آسانه. دولت اسرائیل به رهبری نتانیاهو تصمیمش اینه که ایران رو به طور کلی کاری بکنه که تمام فعالیت‌های اتمی در نطفه خفه بشه. حتی 5% تغلیظ اورانیوم هم که شما میتونید از توی یوتیوب یا توی نمیدونم این چیزای کامپیوتر و اینترنت در بیارید، در بلژیک میپروشن 5%. 5% اورانیوم به اصطلاح غلیظ شده، تغلیظ شده رو شما میتونید از طریق
شرکت هایی که در بلژیک میفروشن بخرید، چون چیز مهمی نیست، همه جا هست. از 5% به بعده که خطرناکه و میتونه دردسر ایجاد کنه. اسرائیل حتی اینم میگه اجازه نداره ایران، و همه فعالیت های اتمی و تمام تاسیسات باید از بین بره، چون این قرارداد توی قرارداد نیست. بنابراین اسرائیل میگه که این کار به ضرر جهان غرب. این آقای نتانیاهو، خود اسرائیلی‌ها، عده زیادی در خود اسرائیل با آقای نتانیاهو ایراد میگیرن، میگن این نوع اظهارات و صحبت‌ها اسرائیل رو با خطرات بیشتری نزدیک میکنه، و میگن مشکل آقای نتانیاهو اینه که مشکلات اقتصادی داخلی رو با این مانورها میخواد از بین ببره. این حرفایی است که در خود اسرائیل گفته میشه. حالا سردار دکتر سرلشکر محسن رضایی سخنرانی کرده، گفته که جمهوری اسلامی در مذاکرات آینده باید کاری بکنه که غرب وادار بکنه پیشنهادات ایران رو قبول بکنه. گفته من اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی باید شرطی که میذاره این باشه که اسرائیل به طور کامل خلع سلاح بشه، اجازه نداشته باشه نه از اتم استفاده کنه و نه مواد شیمیایی. یعنی همون حرفایی که آقای نتانیاهو اون بر میزنه. یه مطلک هم آقای محسن رضایی تو صحبتاش به خود مقام روزخان بزرگم گفته، گفته اگر حاج احمد آقا بود فرزند امام، دو ماهه این بساط سال 88 رو جمع میکرد. براتون میخونم. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت در بصیرت عاشورایی مهم این است که باید این بصیرت را در راه صلح و جنگ حفظ کرده و از اسلام خارج نشویم و با درایت عمل کنیم، که نمونه چنین شخصیت با بصیرتی می سید احمد خمینی است که با درایت به بینش خود بسیاری از فتنه ها را خونسا کرد. نمیگه اماما، میگه حاج احمد آقا. رضایی با بیان این که در شرایط امروز کشور جای شخصی نظیر سید احمد خمینی در کشور خالی است، افسود اگر افرادی مانند وی در زمان کنونی وجود داشتند، فتنه 88 به این حد ادامه نمیافت و دو ماه جمع و جور شده بود. یعنی مقام معظم رهبری عرضه این کار نداشته. این آقای محسن رضایی میگه. حالا یه مطلب دیگه جالبه، یک نفر از این وکلای طویله مجلس به اسم جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت گفته در یه صحبتی که مقام معظم رهبری کردن، گفتن ما میدونیم که حوادث سال 88 چیدمان دستگاه های امنیتی غرب بوده و غرب برنامه ریزی کرده و مهره های مثل خاتمی و نمیدونم آقای رفسنجانی و موسوی و کروبی، اینا همه مهره های اونان مملکت رو ببینیم، ولی نمیدونیم که این مرکزی که به اینا دستور میداده کجاست. اینو فقط یه آخون میتونه بگه که ما توته رو میدونیم اینطوریه اینطوریه اینطوریه، ولی مرکزشو نمیدونیم. همه آدرس ها رو میده. یعنی شما فکر کنید در یک مملکت، پس فردا ما چه میدونیم؟ اینجور که مردم شاهدن، ممکنه یه عده 10 سال دیگه 12 سال دیگه این آقای رهبر یهو سکته کنه، بعد بیان بگن آقا تمام کسانی که در زمان خامنه ای با همکاری میکردن وابسته به اینتلیجنس سرویس و MI6 و نمیدونم موساد و اینا بودن، چون اینا الان خودشون دارن این کار میکنن. اینا 8 سال نخست وزیر رو میگن جاسوس بوده، 8 سال رئیس جمهور مثل آقای علی اکبر رفسنجانی میگن جاسوس بوده، 8 سال رئیس مجلس رو به آقای کروبی میگن جاسوس بوده، 8 سال احمدی نژاد رو میگن از دستگاه های جاسوسی پیام میگرفته. خب دیگه کسی نمونده. یه فیلمی رو نگاه میکنیم، فراز و نشیب محبوبیت اوباما در سال 2013، چون مربوط به میهن ما میشه، گوش کنید. باراک اوباما با امید و اعتماد به نفس بالایی 5th ریاست جمهوریش را آغاز کرد، غافل از آن که 2013 سال نفسگیری خواهد بود. کارشکنی های جمهوری خواهان و اختلافات عمیق جنایی در کنگره موانعی نبودند که بشود به راحتی از آنها عبور کرد. بیشتر اولویت های داخلی دولتش امسال به جایی نرسید.
تلاشش برای محدود کردن مالکیت خصوصی سلاح‌های مرگبار شکست خورد. وعده اصلاح قانون مهاجرت هم عملی نشد. پاییز امسال اختلاف بر سر بودجه دولت فدرال را 2 هفته به حالت نیمه تعطیل درآورد. ضربه سنگین‌تر اما در ماجرای بیمه درمانی معروف اوباما به او وارد شد. ایرادهای فنی وبسایت این بیمه زبان زده عموم شده، نماد ضعف و بی‌اعتباری دولت. دولت اوباما در روشن کردن مواضعش نسبتاً ضعیف عمل کرد. در عرصه داخلی به طور نمونه در بحث بر سر طرح بیمه درمانی از دولت به خاطر اینکه به خوبی نیات و عملکردش را توضیح نداده بود انتقاد شد. همینطور در بخش سیاست خارجی به نظر می رسد که ایالات متحده با یک صدا صحبت نمی کند. اما در عرصه بین‌المللی در سال 2013 اوضاع چندان بر وفق مراد باراک اوباما پیش نرفت. از جمله افشای اسرار سری‌ترین سازمان جاسوسی آمریکا NSA، اینکه NSA تلفن رهبران کشورهای دوست مانند آلمان و برزیل را هم شنود می‌کند، اینکه اطلاعات دیجیتال میلیاردها نفر در دنیا فله‌ای جمع‌آوری می‌شود، رسوایی اطلاعاتی کم سابقه با پیامدهای دیپلماتیک سنگین. در عرصه دیپلماتیک ولی باراک اوباما دست کم در مورد ایران موفقیت‌هایی داشته. تماس تلفنی تاریخی او با حسن روحانی رسما تابوی گفتگو و مذاکره آمریکا با جمهوری اسلامی را شکست. توافق هسته‌ای ژنو هرچند هنوز گامی مقدماتی و متزلزل به حساب می‌آید، از نظر دولت و بسیاری از ناظران در آمریکا یکی از مهمترین دستاوردهای سیاست خارجی آقای اوباما است. این موفقیت اما کم هزینه نبوده. تعامل با ایران یعنی تقابل با اسرائیل و عربستان سعودی. متحدان ما بیم دارند که ما در مذاکرات به دنبال یک توافق خوب نیستیم و تنها چیزی که برامون مهمه اینه که از وقوع جنگ خودداری کنیم و از منطقه خارج بشیم. ولی من فکر نمی کنم اینطور باشه و باراک اوباما هم قصدش این باشه، اما اون در عمل این برداشت رو ایجاد کرده. سوءظن متحدان منطقه واشنگتن به رئیس جمهوری آمریکا ریشه های دیگری هم دارد. عملکردش در 2 بحران سوریه و مصر. در مصر تا تابستان امسال از مشروعیت دولت اسلامگرای محمد مرسی دفاع می کرد، اما وقتی که ارتش دولت را سرنگون کرد این اقدام را کودتا ندانست. حالا دیگر نه اسلامگرایان، نه سکولارها و نه حکومت در مصر از آمریکا دل خوشی ندارند. در سوریه باراک اوباما گفته بود که بشار اسد باید برود، اما در عمل کمک تسلیحاتی جدی برای مخالفان نفرستاد. حکومت سوریه را به اتهام کاربرد سلاح شیمیایی تهدید به حمله هوایی کرد، اما در لحظه آخر تصمیم را به کنگره محول کرد و در نهایت خلع سلاح شیمیایی حکومت بشار اسد را پیروزی دانست. اقدامی که شاید منافع آمریکا را تامین کند، اما به باور منتقدان جرأت و جسارت رئیس جمهوری آمریکا را در نزد متحدان واشنگتن به طور جدی زیر سوال برده. انتقاد کردن راحته، اما واقعیت اینه که خاورمیانه منطقه بسیار دشواریه. در مصر سوال اینه که از چه جناحی میشه جانبداری کرد. جناح خوبی اونجا وجود نداره. سوریه هم که دچار هرج و مرجه. از یک طرف حکومت بد اسد رو داریم که ایران و روسیه ازش حمایت میکنن، و از طرف دیگه مهمترین گروه مخالفان از القاعده نشأت گرفته. طرف یکی از این جناح‌ها رو گرفتن کار آسونی نیست. اما دولت باراک اوباما انقدر دست دست کرده و دودلی نشون داده که همه رو در منطقه گیج کرده و خودش هم متوجه این مسئله نیست. باراک اوباما به احتمال بسیار زیاد متوجه یک موضوع هست، اینکه در سال 2013 محبوبیتش به شدت افت کرده. بنابر نظرسنجی‌ها چیزی حدود بیش از نیمی از مردم آمریکا الان از عملکرد داخلی دولت آقای اوباما در سال 2013 راضی نیستند. شاید به همین خاطر باشه که از 2 هفته پیش در کاخ سفید خونه تکونی هم شروع شده. یعنی یک سری از بلندپایه‌ترین مقام‌های ارشد و مشاوران آقای اوباما عوض شدن، چهره‌های جدیدی وارد کاخ سفید شدن تا شاید بتونن سال آینده ناکامی‌های امسال رو جبران کنن. باراک اوباما امسال با یک بحران عظیم غیر قابل مهار مواجه نشد، اما مجموعی از چالش‌ها و ناکامی‌های کوچک و بزرگ دست به دست هم دادند تا یک روایت علیه او شکل بگیرد، اینکه او رهبری مقتدر، مؤثر و قابل اعتماد نیست. تغییر دادن این وجه آسان نخواهد بود. سالی که میتواند سال به جای گذاشتن میراث‌های بزرگ داخلی یا خارجی باشد، فعلا در آمریکا برای باراک اوباما سال سخت و سال فرصت‌های از دست رفته نام گرفته. کامبیز فتاحی، BBC واشنگتن. خب امیرانی گرامی، این فیلم هم ملاحظه فرمودید، اما یه داستانی رو میخوام براتون بگم. یکی از برکات
بسیار پربار رژیم جمهوری اسلامی از زمان استقرارش تا به حال در خیلی از زمینه‌ها ما می‌بینیم آدمایی که یه عده زیادشون از الوات و لات‌ها و چاقوکش‌ها و تیغکش‌های ایران بودن در دستگاه‌های مختلف شروع کردن کار کردن و یواش یواش شدن جزو رجال جمهوری اسلامی، در سپاه پاسداران، در بسیج، در بین سرداران، در ادارات مختلف، از جمله این برکات یکی از مداها بودن. سابقه بر این یه مداح موقعی که یه آخوندی اون بالای منبر سخنرانی میکرد و بحث میکرد، دیگه آخر دون از شأنش میدونست که روزخانی بکنه. یه مداح میومد همون پله اول منبر وای میساد و روزخانی میکرد و هرچی بیشتر عشق میگرفت از مردم اونو میگفتن موفق تر. اما بعد از این انقلاب شکوهمن یه عده از لات ها و عرازل و اوباش اومدن در لباس مداحی شروع کردن کار کردن. یواش یواش کار اینا به اونجا رسید که وارد مسائل سیاسی شدن که ادادشون هم روز به روز بیشتر و بیشتر شد، طوری که الان بالای 150 هزار مداح در سراسر ایران وجود داره. در رأس اینا یه عده لات و چاقوکش، یکی مثل منصور عرضی، یکی حدادیان، یکی حاج باقر مثلا کریمی، اینا قرار دارن که در زمان احمدی نژاد اوجش بود. احمدی نژاد مسافرت‌های شهرستانی که می‌کرد، این آقای منصور عرضی هم با خودش می‌برد و اینم جزء وزرا میشه، صحبت می‌کرد با مردم. بعدن خب این گفت وقتی که من با رئیس جمهور در مسافرت‌های استانی میرم، پس بنابراین اجازه دارم در مورد مسائل مملکتی هم اظهار نظر کنم. یک بار نمیدونم سر چه مسئله‌ای گویا سفارش کسایی رو کرده بود دیگه از حد گذشته بود، احمدی نژاد جواب رد داده بود. آقا این آدم آمد در مسجد ارک مرکزش بود، شروع کرد فحاشی کردن، اول به رحیم شاهی و بعد به خود احمدی نژاد. این دوره وریاش هم از جمله آقای حدادیان، آقا که البته چه ارزش من دهنم میاد، اینا هم شروع کردن فحش‌های رکیک. در توی یوتیوب اگر شما الان برید ببینید که حدادیان یک مجلسی نشسته و فحش‌های رکیک میده، حاج منصور عرضی همینطور، حاج کریمی هم همینطور. این آقای محمود به اصطلاح کریمی کسی که خیلی مورد توجه مقام رهبری هم هست. این هفته یه اتفاق جالبی افتاده در تهران، یعنی اینی که آقای محمود کریمی حوالی صبح 5 صبح توی ماشین پژو بوده، نمیدونم چی بوده، سوار بوده، یه آدمی هم بغل دستش نشسته بوده که شما حتما قیافه اون رو میشناسید. اون آدم هست اسمش آقای رعیت یا میر کاظمی، کسی که پشت موتور در وقایع سال 88 نشسته بود، یه کلت هم بسته بود اینجا. بعدن آقای زنجانی، بابک زنجانی، گفت ایشون، من آشناییم با آقای به اصطلاح میر کاظمی از اینجا شروع شد که آقای میر کاظمی، ولی تو صحنه هواپیما هم الان شما میبینید که آقای میر کاظمی با آقای بابک زنجانی نشستن. گفت از زمانی شروع شد بله که ایشون، بله این آقای دست راستی آقای میر کاظمیه در هواپیمای شخصی آقای بابک زنجانی، گفت آشنای ما از اینجا شروع شد که در قشم این آقای میر کاظمی که لات بوده قبلا، حالا هم از سلاته، کارش این بوده که اونجا هتلی داشته، من این هتل خریدم و از اونجا آشنایی ما با ایشون شروع شده. حالا معلوم شده در ماشین اتومبیلی که این آقای محمود کریمی میرانده، این آقای میر کاظمی لات چاقوکش اسلحه کش بسیج میلیاردر مثل آقای بابک زنجانی تو اون ماشین بوده. یه زن شوهر جوانی توی اتوبان بابایان داشتن عبور میکردن، گویا اینا پیچیدن جلو اونا، اون طرف اومده یه بار از جلو اینا رد شده، اینا ترمز زدن جلو اونو نگه داشتن، اومدن پایین شروع کردن فحاشی کردن و این آقای میر کاظمی و این آقای حاج محمود کریمی، هر کسی که مداح برای مقام معظم رهبری هم مداحی میکنه، اسلحه کشیده 3 تا تیر انداخته به جلوی ماشین، 3 تا تیر هم عقب، ماشین رو در به داغون کردن، بعدم سوار شدن رفتن. حالا روزنامه‌های طرفدار سپاه نوشتن که این آقای حاج محمود کریمی با خانواده داشته میرفته، چند تا از عرازل اوباش اومدن جلوش پیچیدن و برای اینکه ناراحتش کنن شروع کردن به این پشت دادن. آقای حاج محمود کریمی اومده بیرون، اسلحه کشیده زده به لاستیک اینا،
حالا خود روزنامه ایران سوال میکنن، خب اگر این حاج محمود کریمی راست میگه و خانواده تو ماشینش بوده، پس این آقای حاج میرکاظمی آیا جز خانواده است؟ خب اگر این اراذل اوباش توی ماشین مزاحم اونا شدن، چرا اونا فرار کردن؟ بعد این اراذل اوباش توی زن و شوهر بودن، چرا رفتن تو کلانتری شکایت کردن؟ و اگر اینا لات بودن، پس چرا اونا اسلحه کشیدن؟ حالا از این سوالات. ولی دادگاه حکم احضار، یعنی بازجویی، بازپرسی، حکم احضار آقای محمود کریمی رو داده. آقای محمود کریمی هم اعتنا نکرده، گفته من مدعی مقام معظم رهبری هستم، بنابراین جواب دادگستری و اینا رو من نمیدم. حتما گفته دیگه، من با رئیس جمهور و با مقام معظم رهبری و اینا دمخورم. اینا کیان؟ روزنامه های طرفدار سنتگراها و نمیدونم مقام معظم رهبری و سپاه رو ببینید، یک حادثه ای که اتفاق افتاده درست برعکسش کردن، اراذل و اوباش اومدن. حالا بگذاریم، این هم شیرین کاری های نزدیک پایان سال بود. اما در یک کشور آمریکای لاتین یعنی مکزیک، یک تکنولوژی جدید شروع کرده به کار در ساختمان ها که میتونه یک انقلابی در آینده ساختمان سازی و معماری آرشیتکتور باشه. به این فیلم توجه کنید. نمای این بیمارستان در مکزیکو سیتی شاید فقط تزئینی به نظر برسد، اما این نما در واقع محصول نوعی تکنولوژی تازه است، روشی نو برای پاک کردن هوا از ذرات آلاینده. سازندگانش میگویند این شبکه فلزی قادر است در شبانه روز آلودگی ناشی از سطح‌ها خودرو را خنثی کند، به علاوه به خنک کردن بیمارستان هم کمک می‌کند. نمای مشبک روی ساختمون سایه میندازه و باعث میشه برای خنک نگه داشتن ساختمون انرژی کمتری مصرف بشه. در ساخت این شبکه از دیوکسید تیتانیوم استفاده کردند، ترکیبی که میتواند آلاینده ها را جذب کند. ساخت این شبکه بخشی از یک پروژه 20 میلیارد دلاری برای ارتقاء سلامت در مکزیک است. باید برای کاستن از آلودگی محیطی اقدام کرد. این پروژه نوعی سرمایه گذاری ضروریه. مکزیکو سیتی هم مثل خیلی از شهرهای بزرگ دنیا با مشکل آلودگی هوا دست و پنجه نرم می کند. اینجا بسیاری برای تنفس از ماسک استفاده می کند. تا حل مشکل آلودگی این کلان شهر احتمالاً راهی طولانی باید طی شود. خب عمیانان گرامی، یه فیلم آخر رو اجازه بدید من دیگه صحبت نکنم، یه فیلم آخر رو براتون پخش بکنم. چشمانداز اقتصاد جهان در سال 2014. و به همین جا از شما خداحافظی بکنم و با سپاس از شما که به این برنامه توجه کردید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران. به این فیلم توجه کنید. روزهای پایانی سال 2013 افراد بیشتری در آمریکا شاغلند. میزان رشد اقتصادی کشور در مقایسه با دو سال گذشته افزایش داشته و کنگره بودجه جدید به تصویب رسانده که احتمال تعطیلی دوباره دولت را از بین برده است. جان آرسن میر از حامیان کسب و کار کوچک است. او به بهبود وضع کسب و کار در سال 2014 خوشبین است. میتونه سال بهتری از 2013 باشه، مخصوصا اگر شاهد صحنه‌هایی که در جریان تعطیلی دولت دیدیم نباشیم. در حوزه اقیانوس آرام از میزان رشد اقتصاد چین کاسته شده. با این حال یوری دادوش، کارشناس اقتصاد بین المللی از بنیاد کارنگی، میگوید پکن با رشد 7% کنونی نفوذ اقتصادیش در منطقه را حفظ خواهد کرد. در یکی دو سال آینده روند رشد اقتصادی چین کندتر هم خواهد شد، اما هنوز به اندازه خواهد بود که شمار کثیری از دیگر کشورها از آن بهره بگیرند. در حالی که افزایش میزان تقاضا ممکن است به بهبود وضع اقتصادی کشورهای نظیر کامبوج و ژاپن کمک کند، اقتصاد کشورهای اروپایی وضعیت ضعیف خود را حفظ می‌کنند. کمیسیون اروپایی می‌گوید در سال نو میلادی از میزان رشد اقتصادی و اشتغال در 18 کشور عضو حوزه یورو کاسته خواهد شد. یوری دادوش معتقد است با وجود اصلاحات مالی بانکی اخیر پیامدهای ناشی از سیاست‌های ریاضت اقتصادی کشورهای دریافت کننده وام نجات مالی از اتحادیه اروپا بر دوش اقتصاد اروپا سنگینی خواهد کرد. ایتالیا در دیپ ترابل
ایتالیا بد جوری دچار مشکله و چند سال طول میکشه تا کشورهای نظیر اسپانیا، پرتغال و ایرلند بتونن روی پای خودشون بایستن. پرسش‌های بی‌پاسخی هم درباره پیامدهای بین‌المللی تصمیم بانک مرکزی آمریکا به کاستن از میزان محرک‌های مالی وجود دارد. اقتصاددانان می‌گویند احتمال کاهش قیمت مواد خام از درآمد کشورهای متکی به صدور کالا خواهد کاست. کشورهای نظیر برزیل یا ترکیه و مجارستان یا حتی اندونزی. اندونزی هم یک کشور متکی به صادرات کالاست. در خاورمیانه کشورهایی که در پی بهار عربی همچنان دستخوش بی‌ثباتی سیاسی اند، در سال 2014 به احتمال زیاد مشکلات اقتصادی عمده‌ای را پیش رو خواهند داشت. پین فان هونگ رئیس نهاد نظارت بر اقتصاد جهانی سازمان ملل متحد است. با تمام این اوصاف ما بر این باوریم که سال آینده زمینه بهبود اقتصادی تا حدی فراهم خواهد شد. از همین رو انتظار داریم اقتصاد جهان در سال 2014 میلادی رشدی 3% داشته باشد. سال 2014 برای آفریقا هم که در سال گذشته رشدی 8.4% داشته سال خوبی خواهد بود. بانک توسعه آفریقا تخمین میزند میزان رشد اقتصادی در سال 2014 به 3.5% برسد که آن مدیون توسعه بخش خدمات و افزایش فعالیت‌های زراعی و معادن خواهد بود.